همه کس در این کشور مساوی است. آغوش ما بزرگ، حوصله ما هندوکش و دامن ما وسیع است. کمیسیون انتخابات متاسفانه از این فرصت استفاده نکرد و با تقلبکارا همدست شد. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. اشرف غنی سرمست از پیروزی مقدماتی، عبدالله عبدالله گلمند از کمیسیون مستقل انتخابات. بن‌بست سیاسی شکسته، ولی آیا فصلی دیگر از جنجال شروع شده؟ همچنین در برنامه امشب خیلی آلوده است. من دیگه مجبور شدم، چون دکتر میخواستم بیام مجبور شدم بیام. استیصال مسئولان در مقابله با آلودگی هوای تهران. مدارس شهرهای بزرگ تعطیل شد، وضع تهران به مرز خطرناک رسید. مقاله جنجالی نیوزویک که میگوید سقوط حکومت ایران به ظهور دوباره داعش می انجامد. از نویسندهش میپرسیم آیا این روایت جمهوری اسلامی نیست؟ 2019 سالی پر از اعتراض از آمریکای لاتین تا خاورمیانه و آسیای دور. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد بعد از ماه‌ها کشمکش و مشاجره سیاسی. اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی با اکثریتی شکننده پیشتاز است، با کمتر از 51% آرا. رقیب او عبدالله عبدالله به نتایج معترض است و اگر با شکایت آقای عبدالله تعدادی از صندوق‌های رأی باطل شود، احتمال رفتن انتخابات به دور دوم زیاد است. در هر صورت اشرف غنی امروز در ارگ با اعتماد به نفس مراسمی ترتیب داد که بیشباهت به جشن پیروزی نبود. عبدالله هم کمیسیون انتخابات را به همدستی با تقلب متهم کرد و گفت این همکاری به اندازه عملیات انتحاری برای افغانستان مصیبت آفرین است. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان شکستن بن‌بست سیاسی است یا وارد شدن در یک کوچه بن‌بست دیگر؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از ارشاد هنریار. زنگ اعلام نتایج امروز در کمیسیون انتخابات به صدا درآمد. پس از 3 ماه انتظار و کشمکش، 3 ماهی که نگذاشت آب خوش از گلوی کمیسیون پایین برود، امروز پایان یافت. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 1398 به ترتیب بالاترین رای کاندیدان قرار زایل است. نام کاندید محمد اشرف غنی 923868، البته تعداد رای فیصدی 50.64%. دکتر عبدالله عبدالله 720099. گلبدین حکمتیار 70243، فیصدی 3.85. رحمت الله نبیل 33921، فیصدی 1.86. در این انتخابات بیش از 1,800,000 نفر شرکت کردند. پایین ترین سطح مشارکت در 4 دوره انتخابات ریاست جمهوری. دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشتازیش را جشن گرفت و از نتایج استقبال کرد. او گفت این خیال خام است که کسی بگوید با زور تفنگ در افغانستان حکومت میکنیم. از عدم اعتماد به طرف اعتماد ملی میریم، از تفرقه و تقسیم به طرف وحدت ملی میریم. دولت که شایسته ای ملت عظیم باشه
دولت ساخته میشه. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفت این نتیجه را نمیپذیرد، از آرای هوادارانش دفاع میکند و منتظر پایان کار کمیسیون شکایات میماند. ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع میکنیم. هیچ شکی نیست که به اساس رأی پاک مردم ما برنده انتخابات هستیم. تیم ثبات و همگرایی برنده انتخابات است. و بار دیگر تقلبکارا مجال تسلط و حکومت بر مردم نمی داشته باشند. سفر انتخابات ریاست جمهوری تا این جای کار سخت، پرچالش و جنجالی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. جنجال روی 300 هزار رأی که دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله نامعتبر خواند تا مرز مشاجره لفظی پیش رفت. آرام میشی. خرد بچه هستی یه روز دانت گوشیر میتا تقلبت، تو نمیفهمی که چه قسم نشته میشه. باز شماری و تصفیه آرا و درخواست شماره از نامزدان بار روی شانه کمیسیون را سنگین تر کرد. حالا توپ در میدان کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی قرار گرفته. نامزدان معترض سه روز فرصت دارند تا شکایاتشان را درج کنند. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اطمینان می دهد که وظایف قانونی خویش را به صورت بی‌طرفانه و مستقلانه در رابطه با ثبت و رسیدگی شکایات اعتراضات به صورت شفاف و در موعد تعیین شده در قانون انتخابات انجام خواهد داد تا عدالت انتخاباتی تأمین گردد. اینجا شکایت کرده که من مراجعه کردم به مرکز. پس از بررسی این شکایات ها نتیجه نهایی انتخابات اعلام می شود. به نظر نمی رسد حتی با اعلام نتایج نهایی پرونده جنجالی انتخابات بسته شود. تا اینجای کار صدای نارضایتی برخ نامزدان به گوش می رسد. صداهایی که تنین آن به احتمال زیاد تا مدت ها شنیده شود. ارشاد هنریار، بی بی سی، کابل. همین الان همکارم زیا شهریار اینجا در استودیو با من. زیا بد نیست اول به نقشه انتخابات نگاهی بکنیم، به این معنا که ببینیم چه ولایت‌هایی به کدوم یکی از نامزدهای پیشتاز رأی دادن. نقشه که خود کمیسیون انتخابات رو منتشر کرده دو رنگ مشخص نشان میده، رنگ آبی و رنگ سبز در این نقشه دیده میشه. 18 ولایت شمالی و غربی افغانستان و شمال شرقی، در 18 ولایت آقای عبدالله عبدالله اکثریت آرا را به دست آورده و در 16 ولایت جنوبی و شرقی که به رنگ سبز در این نقشه دیده میشه آقای غنی اکثریت آرا را به دست آورده. تغییراتی که دیده میشه نسبت به انتخابات 2014 در این نقشه، ولایت کابل یا خود پایتخت افغانستان است که در او انتخابات آقای عبدالله اکثریت آرا را در کابل داشت، ولی به اساس نتیجه تازه آقای غنی در این ولایت یا به صورت عمده حوزه انتخاباتی اکثریت آرا را به دست آورده. ولایت غور در مرکز افغانستان یک چیز تعجب آور است نسبتاً که اکثریت آرا را آقای غنی به دست آورده. همیشه این ولایت در سه انتخابات گذشته به آقای عبدالله رای داده و ما میفهمیم که تقسیم بندی یک تقسیم بندی قومی هم هست. شمال افغانستان و مرکز افغانستان، غرب افغانستان، تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها بیشتر زندگی میکنن و اکثریت پشتون های افغانستان در شرق و جنوب افغانستان هستند. بنابراین یک مقدار نگرانی هایی را هم به وجود میاره که بیانگریزی که یک نوع تقسیمات قومی را نشان میده. جالب هست که تعداد ولایت هایی که مربوط هست به عبدالله عبدالله 18 تاست، تعداد ولایت هایی که مربوط هست به آقای غنی 16 تا. ولی اگر نگاه بکنیم به کانون های جمعیت بیشتر یا شهرهای بزرگ به کدوم طرف متمایل بودند؟ کابل که بیشترین بزرگترین حوزه انتخاباتی است، بیشترین آرا آقای غنی گرفت 166 هزار و آقای عبدالله 141 هزار رای گرفته. هرات یک کانون دیگه جمعیت، آقای عبدالله بیشترین آرا را گرفته. ننگرهار که آرای بسیار زیاد انتخابات ظاهرا در مقایسه با
سطح مشارکت در دیگه جای داشته 180,000 رای که اکثریت مطلقش آقای غنی گرفته، جلال آباد پایت مرکزش است و همچنین بلخ آقای عبدالله بیشترین آرا را گرفته است، 44,000 رای گرفته فکر میکنم و قندهار. اینا کانونای بیشتر آرا هستند که میشه گفت که خب هرات آقای عبدالله، بلخ آقای عبدالله و ننگرهار و کابل و قندهار آقای غنی گرفتن. اگر نگاه بکنیم به باسن به این نقشه، مشارکت زنان به چه شکل بوده؟ در میدونیم در بعضی از مناطق افغانستان مردم سنتی تر زندگی میکنند، دیدگاه ها محافظه‌کارانه تره. مشارکت زنها نسبت به انتخابات 2014 کم شده 30% در کل. در این گراف در اینجا دیده میشه، در این نمودار، که از مجموع رای دهنده ها 69% مردها بودن، حدود 31% زنها بودن و نسبت به انتخابات 2014 که 40% زنها مشارکت داشتن کمتر شده، 10% کاهش داشته. و طبعا در شهرهای بزرگ بیشتر زنها رای میتن، در روستاها زنها رای نمیتن، رای ندادن بیشترشان به دلیل سنت های حاکم در جامعه و همچنین ناامنی گسترده و اینها. بنابراین همونطور که به صورت عموم مشارکت کاهش یافته، سهم زنها هم نسبت به انتخابات پارلمانی و هم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 کاهش داشته. و در نهایت در مجموع مشارکتی پررنگ نبوده در مقایسه با گذشته. کجاها بیشتر اگر ارقامی در دست ما باشه شاهد افت رأی یا افت مشارکت مردم بودیم و هستیم؟ اگر به نقشه نگاه بکنیم، نقشه نشان میده که بیشتر پایگاه های آقای عبدالله مشارکتش که قبلا 2014 مشارکت بالا داشته، خود ولایت شمالی افغانستان، ولایت غربی هرات مثلا یکی از مهمترین پایگاه نفوذ جمعیت افغانستان داره، مراکز جمعیت افغانستان است، ولی رای بسیار کم داشته. بدخشان و سمنگان به صورت عموم مشارکت کم است، ولی میشه گفت که در ولایات غیر پشتون نشین سطح مشارکت نسبت به انتخابات گذشته پایین بوده و در بعض ولایت مشارکت خوب بوده، مثلا ننگرهار مشارکت بالا داشته، خوست که از مراکز بسیار مهمه جمعیت پشتون نشین از شرق افغانستان و با آقای غنی به صورت کامل رای دادن، مشارکت خوب بوده، 79,000 نفر رای دادن. ولی در این گراف به صورت عموم در این نمودار مشارکت با انتخابات پارلمانی 2018 مقایسه شده که 45% از رای دهنده ها که یا واجدین شرایط رای که 9.6 میلیون نفر بودن در انتخابات پارلمانی رای داده بودن، حالا این به 19% کاهش یافته و یکی از مهمترین بحث ها و سوال هایی است که با 19% رای مشروعیت انتخابات تکلیفش چی میشه و از این 19% با رای که امروز اعلان شده حدود 6 یا 7% آقای غنی به دست آورده به عنوان نمایندگی، یعنی میشه با رای 6 یا 7% بگویم که یک کس رئیس جمهور یک کشور 35 میلیونی میشه که از نظر قانونی مشکل نداره، ولی بحث اخلاقیش در سراسر شبکه های اجتماعی جریان داره. ممنونم از همکارم ضیا شهریار اینجا در استودیو با ما. دو مهمان دعوت کرده بودیم در استودیومون در کابل از دو طرف این ماجرا، یکی از طرف اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی افغانستان نامزد پیشتاز و دیگری هم از طرف عبدالله رئیس اجرایی و نامزدی که در جایگاه دوم قرار گرفته. فعلا از مهمانان نوررحمان اخلاقی از تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله رو داریم و همینطور باقر کاظمی از تیم انتخاباتی اشرف غنی هم قرار هست به بحث ملحق بشه، هنوز نرسیدن ظاهرا. در هر صورت آقای اخلاقی، سوال من اینه که آقای عبدالله امروز گفتند که کمیسیون انتخابات با متقلبین همدست شدن، این نتیجه‌ای بوده که آقای عبدالله اون رو نمیپذیرند. در مورد کمیسیون رسیدگی به شکایات چی فکر میکنید؟ این که بسیار روشن بود که کمیسیون انتخابات متاسفانه 300,000 رای باطل را نه تنها به اعتبار نخواند که حدود 1,000 صندوق دیگه هم اضافه کرد به این
که این متاسفانه جنجال بیشتر کرد. ما توقع داریم که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مطابقت با قانون و طرز العمل های مربوط اقدامی برای شفاف سازی بکنه و در نشستی مشترک هم که میان تیم های انتخاباتی و جامعه مدنی و کمیسیون ها بود، این تعهد کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان کرد که در مطابقت با قانون و طرز العمل های انتخاباتی برای شفافیت تلاش میکنه. شما 3 روز فرصت دارید که شکایت خودتون رو به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تقدیم بکنید. این کار رو خواهید کرد؟ بله، ما به آماری که من دارم بیشتر از 8000 مورد شکایت درج خواهیم کرد. بیشتر در کدوم ولایت ها؟ اینا مستند هستن همه؟ در ولایات مختلف هست و جایی که آثار تقلب در اونجا بیشتر دیده می شود و بیشتر متمرکز است بر آرای خارج از زمان. 137000 رأی مشکوکی که گزارش دوگانه از ورد شد و پیشکش شد و 1 تا 5 رأی تفاوتی که کمیسیون انتخابات باید می برد تا بازشماری اما نبرده و مواردی مثل اینها و آرای بدون معلومات بایومتریک در 191 محل بدون معلومات بایومتریک که مجموعاً 2000 رأی به همه نامزدها تعلق گرفته و 24000 و 24000 اندی رأی به آقای اشرف غنی و عمو عامل ایشیده که 0.6% از 50% آقای اشرف غنی بالاتر برود. آقای عبدالله امروز گفتند که ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع میکنیم، این دفاع رو بالاتر از وجیبه ملی بلکه بر خود فرض میدانیم. این یعنی چی؟ میخوان چی کار بکنند؟ دقیقاً آرای تقلبی نمیتونه که سرنوشت تعیین بکنه در افغانستان و تا وقتی که این تصفیه نشوه و در مطابقت با لوایح و طرز العمل های مربوط عمل نشوه، ما به تلاش ما رو به مبارزه من برای پاک شدن یارا ادامه خواهیم داد و این تعهد آقای عبدالله را در مورد رأی مردم نشان میده. ایشون هم گفتن که هر گزینه مشروع و قانونی دیگر را برای خود مجاز میدانیم. عملا معناش چیه؟ چی کار میخوان بکنند؟ شما میدونین که وقتی رأی مردم بی نتیجه بمانه، وقتی به رأی مردم توجه نشه، وقتی نهاد مربوط در خدمت یک تیم انتخاباتی قرار بگیره، معلومه که مردم این حق مشروعشان است که از رأیشان دفاع بکنن و این حق مشروعشان است که اراده مردم را به کرسی بنشانند. آنچه که آقای عبدالله گفت همین بود و به ویژه استفاده کلمه مشروع برمیگرده به امو که ما هیچ وقت پی جنجال آفرینی و خلق تنش نیستیم، اما به صورت قطعی از حق همان و از رأی مردم دفاع میکنه. باقر کاظمی از تیم انتخاباتی اشرف غنی، تیم دولتساز هم همین الان به ما پیوستند. آقای کاظمی، چطور آقای غنی قبل از اینکه نتایج قطعی بشه، نهایی بشه، به تایید کمیسیون رسیدگی به شکایت برسه، جشنی گرفته که بی‌شباهت به جشن پیروزی نیست؟ با سلام به شما، مهمان محترم برنامه، مردم شریف افغانستان و تمام کسانی که از طریق تلویزیون بی بی سی برنامه ما را و صحبت‌های ما را تعقیب می‌کنند. اجازه بدهید قبل از هر سخنی ما سپاسگزاری بکنم از تمام مردم افغانستان که صبورانه با تمام تهدیدات امنیتی به پای صندوق‌های آرا رفتند و بی‌صبرانه منتظر اعلان نتایج انتخاباتی بودند. و همچنان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان من سپاسگزاری میکنم که امنیت انتخابات افغانستان را به عهده گرفتن. بله، لطفا برید سر اصل مطلب. اجازه بدین ایره من این گونه خدمت شما بگویم جناب آقای موسوی که یکی از مواردی که خیلی مهم هست در هر انتخاباتی در هر کجایی که برگزار میشه، مطمئنن زمانی که نتایج به طرق مختلف، چه نتایج به اصطلاح قسمی هست، چه نتایج ابتدایی هست و چه نتایج نهایی، هواداران و تکت ها این حق مشروعشان هست که امو چیزی را که برایند دیدگاه های خودشان بودن و هوادارانی که از اونا حمایت کردن، طبیعی است که در هر کجایی چنین یک اتفاقی میفته و تکت دولت ساز هم از این قاعده مستثنا نبوده و از حق خودش استفاده کرده.
حدوداً 11 تا 12 هزار رای با رفتن انتخابات به دور دوم فاصله هست. این اطمینانی که آقای غنی داره به پیروزی از کجا میاد؟ چیزی که خیلی مهم هست حداقل برای ما با توجه به گزارشات مفصلی که از طریق همکاران ما، از طریق مشاهدین و ناظرین ما در روزهای قبل از انتخابات، به خصوص روز انتخابات ششم میزان، و گزارشاتی که برای ما رسید و همکاران ما پس از انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات بررسی‌هایی را داشتند، مطمئناً ما آن چیزی را که برآورد کرده بودیم، هنوز هم با اینکه نتایج به شکل ابتدایی 50.64 را برای ما نشان می‌دهد، ما باورمند به این هستیم که با توجه به اینکه حالا دیگه توپ در میدان کمیسیون شکایات انتخاباتی هست، ما برایندی را که پیش خود ما داریم و نتایجی را که میتونیم حداقل امیدوار باشیم بیشتر از 51 تا 52 و 53 درصد خواهد بود. آقای کاظمی، اگر کمیسیون شکایات این نتایج رو تغییر بده، تیم شما خواهد پذیرفت؟ ببینید، ما از اول به عنوان تکتی که به قانون احترام گذاشتیم، به فیصله نامه ها احترام کردیم، به طرز العمل ها احترام کردیم، همواره آن چیزی را که مبتنی بر حقایق هست و مبتنی بر قانون هست از او عدول نخواهیم کرد. کمایی که در طول این یک ماه و نیم اخیر حداقل شما شاهد هستیم، از طریق رسانه ها مطمئنن به گوش شما رسیده که تنها تکتی که هیچگاه پیش داوری نکرد و همه چیز را واگذار کرد به کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس ماده 86 قانون انتخابات افغانستان، ما منتظر اعلان نتایج از طریق خود کمیسیون انتخابات بودیم، به خاطر از اینکه مطابق این ماده قانونی که خدمت شما عرض کردم، بررسی، ابطال، تفتیش و بازشماری از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات هست و ما باورمند به این بودیم. به همین خاطر سکوتی را که کردیم، گویا برخی از تیکت‌های دیگر چنین استنباط کردند که گویا تیکت دولت‌ساز در تبانی با کمیسیون مستقل انتخابات است، که چنین چیزی وجود ندارد و اصلا چنین چیزی هم نخواهد بود. آقای اخلاقی، آقای عبدالله گفتن که در حقیقت کمیسیون انتخابات تبانی کرده، همراهی کرده با تقلب، ولی طرف مقابل شما میگه که چنین چیزی نبوده، داوری این نهاد رو بر اساس قانون میپذیرند. من فقط یک مورد اشاره میکنم. 291 محله که معلومات بایومتریک ندارن و در صراحت با قانون به اعتبارم، با تلاش افراد مشخصی در کمیسیون انتخابات اینا وارد محاسبه شدن و این تعداد رای 24,000 رای تعلق گرفته به تیم دولت ساز و با برداشتن همین اینا زیر 50% میاد. چگونه این همه تلاش میشود که یک رای بدون اعتبار وارد سیستم شود تا یک تیم ببره بالای 50%؟ این مثل آفتاب روشن است. 294 محلی که آرایشان بیشتر از رای بایومتریکی گزارش شده، با صفحه بایومتریک از در ملوک رسیده، با امو بیشتر بودنش وارد سیستم شده و اینا همش در هماهنگی با تیم دولت ساز بوده و متاسفانه یک دخالت صریح و یک تقلب مشترک را افتاد و مردم افغانستان به صورت قطع با آگاهی جلوی تقلب استادن و میستن جلوش. آقای کاظمی؟ بله، اجازه بدین من هم نکاتی را باید اشاره بکنم. چیزی را که جناب آقای اخلاقی در بین صحبت‌های خودشان داشتن، بحث پایین نشان دادن آرا و سقف نهایی آرا که حداقل در نامه‌های 27 اکتبر شرکت دارمالوک نشان می‌دهد 1,929,333 رای در نامه بعدی که مشترک به تمام تیکت‌ها می‌رسد و با کمیسیون مستقل انتخابات سطح آرای بایومتریک شده را 1,843,107 رای نشان می‌دهد.
اما جالب اینجاست که بحث 1,212 رای و بحث 1,37,630 رای وقتی که مطرح میشه، تکت ثبات و همگرایی با تمام کوششی که کردن و با تمام احترامی که ما برشان داریم و تمام هواخواهانشان احترام میگذاریم، اما متاسفانه قاعده بازی را رعایت نکردند و مدام به بحث باطل شدن 300 هزار رای تاکید میکنن. اما وقتی که بحث باطل شدن آرا مطرح میشه، نکات بسیار مهمی است که باید در نظر گرفته شود. به طور مثال در بحث 1,212 رای که گویا با استنباط تیم محترم ثبات و همگرایی پیش از وقت و بعد از وقت بوده، یک نکته را ما میخواییم خدمت شما و بیننده های شما به عرض برسانم. در صورتی که ریزلت شیت، ووتر لیست، جورنال، بایومتریک دیوایس، ناظرین و مشاهدین، تمام اینها وجود داره و تایم هم بر اساس قانون از ساعت 7 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر هست. چگونه میشه ای باور نداشت که تیمی تقلب بکند در صورتی که نام، شخص، کیارکود، استیکر، خود شخص و تمام مشخصات در محلات وجود داره. شما میگید که اسناد کافی وجود داره که تقلب صورت نگرفته، آرایی که شماره شده 1,843,000 رای آرای درسته. در هر صورت آقای اخلاقی، شما آقای عبدالله نوعی تحدید رو هم موسوی، من یک نکته دیگر خدمت شما عرض بکنم. من اجازه بدید که من از آقای اخلاقی بپرسم که چه خواهند کرد، بعد شما میتونید پاسخ خودتون رو بگید. آقای اخلاقی، در هر صورت این کمیسیون چنین داوری کرده. آقای عبدالله گفتن که اگر به خواسته اونها توجهی صورت نگیره، هر گزینه مشروع قانونی دیگه‌ای که در اختیارشون باشه رو از اون استفاده میکنن. مفهوم این چیه؟ چه گزینه‌ای در اختیار آقای عبدالله هست که میتونه به اون متوسل بشه؟ ما منتظر تصمیم کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی میمانیم. اونا تعهد روشن دارن در مورد تطبیق قانون و در زمانش حتما شورای رهبری و شورای بزرگ مردمی که تیم ثبات و همگرایی از او تشکیل یافته او جلسه میگیرن و در مورد اقدامات بعدی تصمیم خواهند گرفت. گزینه‌های زیادی میتونه باشه و قطعا گزینه‌های مدنی، گزینه‌های مشروع و گزینه‌هایی که حتما باید اراده مردم به کرسی بنشانه در این زمینه هست. تقلبی که در انتخابات گذشته صورت گرفت بسیار بسیار روشن است. آرایی که باطل شده ولایتی مثل قندهار، ولایتی مثل هلمند، ولایتی مثل پکتیا، حوزه‌های رأی مشخص نشان می‌دهد که تا حتی 2/3 آرا از یک فرد پایین آمده در یک ولایت و حولوشی 700,000 تقلبی که کمیسیون انتخابات به صراحت بار بار اعلان کرد نشان می‌دهد که یک تقلبی سیستماتیک است و کسانی که در این تقلبی سیستماتیک دست دارند، من مطمئنم که با تعقیب و با دنبال کردن اینا افشا می شوند و سرنوشت کسانی که در یک تقلب سیستماتیک دست داشته باشند برای اینکه اونا آیا ای صلاحیت را دارن که برای یک کشور حکومت بکنن، این من فکر می کنم که فرصت بحثش هست. با این همه من مطمئنم که در کمیسیون شکایات انتخاباتی این جشنایی که با به خاطر 11,000 رأی اون هم تقلبی گرفته شده، این وضعیت تغییر میکنه و با ویژه که شما فکر میکنید که بسیار انتخابات حتی دور دوم غیر از اگر یک تصفیه کامل شود، کامل نتیجه معکوس میشه. اگر 300,000 رای جمعی حدود 1,000 صندوقی که تازه همکاران متقلبین در شمارش ابتدایی افزودن، اگر اینا کامل تصفیه شود قطعا نتیجه معکوس میشه. اگر کامل هم تصفیه نشود فقط با تغییر 11,000 رای انتخابات به دور دوم میره و من مطمئنم که میکانیزم‌های جدیدی هست که در دور دوم جلوی تقلب به صورت بسیار روشن‌تر و خوبتر گرفته شود. آقای کاظمی، نکته‌ای داشتید که می‌خواستید بیان بکنید، این نکته‌تون رو بگید که بحث رو خاتمه بدیم. بله، نکته‌ای که من می‌خواستم در بین صحبت‌های خودم داشته باشم و خیلی مهم هم هست، بحث از این است که وقتی که یک فرد خودش حضور فیزیکی داره، نامش درج لیست محل رایدهی شده و نام و مشخصات کاملا هست و جالب اینجاست که گویا ساعت
قبل از وقت یا بعد از وقت نشان میده. اما جالب است که در خیلی از موارد که مراکز زنانه هم هست در این یک لگو 2012 رای، از ساعت 7 شب تا 4 صبح زمان را نشان میده. نکته که من میخواستم خدمت شما بگویم ای است که قبل از زمان برگزاری انتخابات و 6 میزان تمام تکت ها، تمام ناظرینشان، تمام احزاب و طرف های زیردخل انتخابات افغانستان از طریق کمیسیون و شرکت دارمالوک فرا خوانده می شود و برشان گفته می شود که با توجه به قراردادشان با شرکتی که کردن گویا در قسمت تایم سیت مشکل دارن و گفتن اگر شما فرصت برای ما بتین که ما ای را تمدید می کنیم و بعد از اون انتخابات برگزار شود. تمام تکت ها متفق القولی را گفتن که ما زمان برگزاری انتخابات که 6 میزان هست نمیخوایم به هیچ عنوان از دست بدیم. به همین خاطر حالا برخی از آرایی که گویا به صندوق خاریخته شده حتی پیش از زمان عقد قرارداد شرکت دارمالوک با کمیسیون مستقل انتخابات هست و حتی یک ماه بعد از بسته شدن مراکز اصلی کمیسیون برای پروسس آرا. خب این دقیقاً اعتراضی که آقای عبدالله داره، میگه همین آرا رو باید باطل کرد، جزء اون 300 هزار رأی محل مناقشه است. بله ببینین، چون قانون صراحت کامل داره در این زمینه. ببینین با توجه به قانون اگر بخوایم صحبت بکنیم، ماده های 386 و 90 قانون انتخابات در این رابطه کاملا تصریح کرده اگر چنانچه مورد اختلافی و مشکوکی وجود داره با توجه به طرز العمل هایی که مطرح شد، به خصوص از طرز العمل 105 تا 109 حداقل تمام موارد مشهود است. در فیصله نامه 108 به صراحت آمده که آن چیزی را که مورد اختلاف تیم محترم ثبات و همگرایی هست، کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات گفتن که هیچ گونه در این زمینه مشکلی وجود نداره و آن چیزی که تیم ثبات و همگرایی مطرح کردن از نظر قانونی به مورد میتونه باشه. ممنونم از باقر کاظمی از تیم انتخاباتی اشرف غنی در کابل و همینطور رور رحمان اخلاقی از تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله. آلودگی شدید و مزمن هوا در ایران همه را مستاصل کرده. امروز مدرسه های چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز و عراق تعطیل بود. کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرده در استان تهران به جز فیروزکوه و دماوند تمام مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس تا آخر هفته تعطیل خواهد بود. در اکثر شهرهای بزرگ شاخص آلودگی هوا در مرز خطرناک است. مسئولان جلسات زیادی گذاشتند اما هنوز نتوانستند راه حلی اساسی پیدا کنند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. این تصویری است که این روزها در تهران و شهرهای دیگر ایران زیاد دیده می شود. ماسک هایی برای مقابله با آلودگی هوا، راهی برای کمتر فرو بردن آلاینده ها به درون ریه ها، تلاشی برای تنفس هوایی کمی تمیزتر. آسمان تهران این روزها خاکستری است. اول دی 98، 58مین روز ناسالم از ابتدای سال. هوای پایتخت از اول سال تا حالا تنها 25 روز پاک بوده و 194 روز سالم. حجت نظری عضو شورای شهر تهران گفته که 17 دستگاه دولتی در کنترل آلودگی هوا شکست خوردند. ما فکر میکنیم مثلا اگر شهر رو تعطیل نکنیم خیلی اتفاقات خاصی توی کشور میفته. به خدا اینجوری نیست. خیلی وقتا نشون میدیم اگر یک هفته هم مملکت تعطیل باشه هیچ اتفاقی هم نمیفته. ما تا اصرار داریم که کشور رو فکر میکنیم که اگر ادارات باز باشن تعطیل نکردیم. شاید امشب و فردا شاید اندکی باد باشه. در روزهای گذشته جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوا و شورای شهر بارها تشکیل شد اما نتیجه‌ای نداشت. کیفیت نامناسب سوخت ارائه شده در پمپ بنزین ها هست. به نظرم موضوع آلودگی هوا در کلان شهرها یک بحث حاکمیتیه و باید بشینن در جلساتی تصمیم جدی در موردش بگیرن. الان افتضاحه، همه میبینید که افتضاحه واقعا. حتی نصف قیمت شدن بلیت وسایل نقلیه عمومی هم کمکی به خلوت شدن خیابان ها نکرد. بلیت استفاده از مترو و اتوبوس شهری رو نیم بها در واقع خواهیم کرد برای تشویق مردم به اینکه بیشتر از حمل نقل عمومی استفاده کنند. در مقابل عوارض استفاده از ترافیک و طرح محدوده زوج و فرد رو 50% افزایش میدیم.
یکی از دلایل اینکه از این طرح استقبال نشد کمبود وسایل نقلیه عمومی است. اون تعداد واگنی که اختصاص دادن برای رفت آمد خیلی کمه. حتما باید بی آر تی سوار شید، بعد میاد تو همین صفحه بی آر تی وای میسید منتظر اتوبوسی، اولی میاد پره، دومی میاد پره، سومی میاد پره، و کدوم باید سوار شی؟ بسیاری از مردم در تهران و شهرهای دیگر ایران به علت آلودگی هوا روانه بیمارستان شدند. بسیاری هم خانه نشین. اما این خانه نشینی تا کی امکان پذیر است؟ خیلی آلوده است. من دیگه مجبور شدم، چون دکتر می‌خواستم بیام مجبور شدم بیام. برای خلوت شدن خیابان‌ها و کاهش آلودگی هوا، طرح زوج و فرد خودروها هم از در خانه‌ها اجرا می‌شود. منتقدان میگویند مشکل اینجاست که قانون هوای پاک اجرا نمی‌شود. ما بحث در واقع کیفیت خودروها رو صحبت کردیم، قانونیش کردیم، بحث در واقع تغییر یک سری تجهیزاتی که در خودروها باید اتفاق بیفته، کیفیت سوخت رو مد نظر قرار دادیم. یک بخشی از اقدامات خب انجام شده، ولی یک بخشی به انهای مختلفه، به بهانه‌های مختلف متاسفانه مورد عنایت در واقع مجریان واقع نمیشه. حالا سازمان هواشناسی ایران میگوید از دوشنبه باد بیشتری خواهد وزید و بارندگی بیشتر خواهد بود. هوا همچنان در بسیاری از شهرهای ایران آلوده است و سلامت مردم در خطر. پیش بینی شده که این آلودگی ادامه داشته باشد. مسئولان اما به جای اینکه راهکار موثری ارائه کنند، تقصیر را به گردن یکدیگر میاندازند. فرین عاصمی، بی بی سی. کاوه مدنی متخصص محیط زیست در دانشگاه ییل از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای مدنی، این روزها حتی یکگداری آلودگی هوای تهران رو با شانگهای و با دهلی هم مقایسه کردند. چی شد که آلودگی اینقدر فراگیر شد؟ آلودگی هوا یه فصلی داره و ما تو این فصل بهش میپردازیم. در فصول دیگر به مشکلات دیگر نظیر گرد و غبار و پسماند و کمبود آب و سیل و اینها میپردازیم. همه این مسائل محصولات مختلف مدل توسعه اقتصادی ایرانه. مدلی است که ما با اون سعی کردیم بریم جلو و ایران رو به حساب خودمون توسعه بدیم و وضعیت زندگی مردم رو در یه سری در واقع جاها بهتر بکنیم، تحت یه سری شاخص‌ها بهتر بکنیم، اما نتیجه اون اینه که محیط زیست رو در واقع نابود کردیم و این اتفاقات میفته. تو گزارشتون هم بود این مسئله، مسئله حاکمیتی است، مسئله اقتصاد سیاسی است و تصمیمات اصلی در سطح کلان باید گرفته بشه. تصمیمات بسیار سختی است، حجامت نیازه، باید خیلی چیزها عوض بشه و دیگرگون بشه. برای همین هم هست که هر کدومشون رو میخوای بهش بپردازی 17 تا 18 تا دستگاه باید بیان هماهنگ با هم دیگه کار بکنن و این اتفاق نمیفته. بنابراین رو کاغذ همه چیز خوب است، مینویسی، قانون تصویب میکنی، اما وقتی به اجرا میرسه تصمیمات بسیار سخته. بخوای به خودروسازان داخلی فشار بیاری، مردم خودروی ارزان‌تر نمیتونن داشته باشن، به علاوه بحث اشتغال زایی است، در واقع شغل رو از دست میدن و بیکاری ایجاد میشه. همه دولت‌های جهان از بیکاری میترسن، دولت ایران هم میترسه و بنابراین نمیری اون سمت. میخوای خودروهای دیزلی رو جلوشون رو بگیری و وارد شهر نشن، خب مردم میخوان رفت و آمد بکنن، میخوان از اتوبوس و وسایل حمل و نقل استفاده بکنن و نمیتونی این کار رو بکنی. هر جا رو که بخوای دست بزنی دچار این مشکلات میشی. سازمان محیط زیست رو هم گذاشتی اونجا، قرارش دادی اما چوبش رو بهش ندادی، بهش گفتی پلیس باش، اما قدرت پلیس بودن رو ازش گرفتی. آسونتر کجاست که این حجامت به قول شما انجام بشه؟ مثلا نمونهش همین بالا رفتن قیمت بنزین بود که تا این اندازه مشکل ایجاد کرد. دقیقاً وقتی که شما نتونی زیرساخت‌های دیگر رو فراهم بکنی همین مشکلات ایجاد میشه. ما اگه طبق قانون بخوایم برخورد بکنیم با واحدهای تولیدی، واحدهای صنعتی در کشور، من فکر کنم تقریباً نمیدونم، نمیخوام عدد بگم، ولی 70-80% رو باید تعطیل کرد. این تعطیلی یعنی بیکاری. کدام سیاستمدار در دنیا جرأت داره این کار رو بکنه؟ اما برگردیم عقب، بیایم نگاه بکنیم که مدل توسعه اقتصادیمون چه جوری بوده، شهرامون رو چه جوری توسعه دادیم، چجوری رفتیم جلو. اینها رو باید بریزیم به هم، یعنی مدل اقتصادیمون رو عوض بکنیم. بله، بحث اقتصاد مقاومتی خوبه، بحث اینکه تولیداتمون رو ببریم بالا تو بخش خدمات فعال‌تر بشیم خوبه، اما اگر اینا رو به صورت پرواکتیو، اگه به صورت کنشی انجام میدادیم خوب بود، نه وقتی که تحت فشاریم و به صورت واکنشی میایم این کارا رو انجام میدیم. بنابراین
همین بازی میشه، بازی مدیریت بحران و مدیریت اعصاب و روان میشه. یعنی شما وقتی که فشار میره بالا بهش میپردازی، چهار تا قانون مصوب میکنی، بعد به امید باد و باران و بادی میآید و شرایط بهتر میشه و این فصل رو رد میکنی، انشالله که سال بعد سال بهتری خواهد بود. این روش مدیریت ما شده به خاطر اینکه نمیتونیم کاری بکنیم، تو این داستان گیر کردیم. برای در کوتاه مدت همینه که مردم فرار بکنن، خودشون رو در معرض آلودگی قرار ندن، به خاطر اینکه ما قدرت این رو نداریم که بریم ایران خودرو رو ببندیم. همین الان تو همین روزا ایران خودرو داره پیش فروش خودرو انجام میده با استاندارد پایین. وزارت صنعت معدن تجارت جلوشو نمیگیره، وزارت کشور بسیار تخلفگری. یعنی اگر بخوایم متخلفین درجه 1 و 2 اجرای قانون رو در نظر بگیریم، وزارت صنعت معدن تجارت وزارت کشور اجرا نمیکنه. گفتید که اگر متخلفین درجه 1 و 2 رو در نظر بگیریم، اگر اولویت سنجی بشه، اگر بخواد تمرکز صورت بگیره بر روی مهمترین بخش به گونه ای که پیامدهای اون پیامدهای اقتصادیش هم کمتر باشه، کدام بخش باید روش تمرکز بشه؟ خودروسازی مثلا؟ واقعا نداریم. ببینید هر کدومش رو دست بزنیم تبعات اقتصادی بسیار سنگینی داره و هزینه سیاسی بسیار بالایی داره تو شرایط کنونی که هزاران مشکل دیگه داره مملکت. کسی جرأت نمیکنه بره سمت این، واقعیت این است. و وقتی که مطالبه گری تو حوزه محیط زیست افت میکنه در شرایط اقتصادی بدتر، این اجازه داده میشه که مسائل دیگری ما داریم و به اونها پرداخته بشه. واقعیت نمیتونیم کاری بکنیم. اما سازمان محیط زیست میگه که تو ارزیابیش میگه خودروهای دیزلی مشکل اصلی هستن. ما اگر حداقل به اون ناوگان بپردازیم و روی اون هزینه بکنیم، روی در واقع فیلترهای خودروهای دیزلی هزینه بکنیم، شاید بتوانیم تا حد اینو کمتر کنیم. اما یه مثال میزنم، ما الان ناوگان در واقع اون اتوبوسهایی که میرن یا کامیون هایی که توی جاده کار میکنن، ما تو جاده سختگیری هامون بیشتره. اگر پروانهشون در واقع دفترچه‌شون باطل شه، نتونن تو جاده ها باشن، اجازه بهشون میدیم در شهرها وارد بشن. اینا آلایندگیشون بالاتر. این یک مثال ساده است که آلایندگی آن خودرویی که ما اجازه میدیم وارد شهر بشه از خودرویی که توی جاده هست بیشتره. این یک مثال ساده از هزاران ایراد است در سیستم اجرایی ما، به خاطر اینکه میترسیم بریم مواجه بشیم، هزینه هاش بالاست. و دیدیم اگر در تئوری نگاه کنیم، افزایش قیمت بنزین میتواند خوب باشد برای آلودگی هوا، ولی به هیچ وجه قانع کننده نبوده این رفتار، به خاطر اینکه مسائل متعددی دارن و مردم کشش رو ندارن و هزینه مردم تحمیل میشه. ممنونم از کاوه مدنی، متخصص محیط زیست دانشگاه ییل از تورنتو کانادا با ما. چند روز به انتشار طرح روی جلد مجله آمریکایی نیوزویک بسیار رو متعجب کرد، طرحی که در پس زمینه اون عکس بزرگی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیده میشد که روی اون با تیتر درشت نوشته شده بود: اگر ایران سقوط کند، داعش دوباره ظهور میکند. این طرح سوال‌های زیادی رو در ذهن خوانندگان مجله ایجاد کرد. حتی بعضی گفتند که ممکن است این طرح غیر واقعی باشد و دستکاری شده، ولی طرح واقعی است و پشت اون هم مقاله با همین مضمون هست. با نویسنده این مقاله گفتگو میکنیم. اول گزارشی داریم از مهدی بگی. داعش، گروهی که در اوج قدرتش حدود 5 سال پیش بیش از 100,000 کیلومتر مربع از خاک عراق و سوریه را در اختیار داشت، تا توانست سر برید، آواره کرد، تجاوز و شکنجه کرد و یک عالمه ویرانی جبران ناپذیر بر جا گذاشت. بالاخره 4 سال جنگ پرهزینه نتیجه داد و داعش در عراق و سوریه شکست خورد. بسیاری در جبهه های مختلف مدعی شکست دادنش بودند، از رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گرفته تا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ادعایی که حالا این بار به شکل دیگر روی جلد مجله نیوزویک مطرح شده با این عنوان: اگر ایران سقوط کند، داعش دوباره ظهور می کند، با عکس رهبر ایران در پس زمینه. طرحی ساده اما جنجالی، طرحی که شاید در نگاه اول این را به ذهن تداعی کند که نیوزویک می‌خواهد به حکومت ایران اعتبار بدهد و قدرتگیری احتمالی داعش را به سقوط حکومت ایران پیوند بزند. زمان انتشار این طرح و مقاله مرتبط با آن هم در خور تأمل است، همزمان با ناآرامی‌های آبان ماه در ایران و سرکوب‌های بعد از آن.
چه چیزی باعث شده که نیوزویک حرف از سقوط ایران بزند و ارتباط دادن آن با ظهور داعش به چه معناست؟ نویسنده مقاله نیوزویک نوشته بالا گرفتن اعتراض‌ها در ایران و یا دخالت خارجی عمده منجر به قدرت گرفتن دشمن بزرگتری به نام داعش می شود. در جای دیگری از این مقاله از قول عباس اصلانی محقق میهمان در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در استانبول نوشته هر گونه سقوط و یا تضعیف ایران باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می شود. این نگرانی مخالفان داخل ایران هم هست. مقاله مفصل است و جزئیات زیادی دارد، اما انتقادها به این طرح جلد نیوزویک و ایده‌ای که مقاله مرتبط با آن بیان می‌کند زیاد بوده. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند حکومت ایران به نیوزویک پول داده تا چنین ایده‌ای را برایش تبلیغ کند. عده‌ای دیگر مقاله نیوزویک را سطحی و مانند حرف‌های فرماندهان سپاه پاسداران توصیف کردند. پیغام هشداری است برای اهل شرک و رده، برای مجوس و روافض. ایران از 5 سال پیش و با شدت گرفتن تهدید داعش مستقیما وارد این جنگ شد. حدود 2 سال پیش قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از نابودی قریب الوقوع داعش خبر داد. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. به 3 ماه هم نرسید که خود آقای سلیمانی پایان داعش را در نامه‌ای به رهبر ایران اعلام کرد. شما ملاحظه کردید این چند توطئه پی در پی که در این منطقه آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب و دیگران به وجود آورده بودن همه با اقتدار جمهوری اسلامی نابود شد، از بین رفت. مقام‌های حکومت ایران همواره آمریکا و تعدادی از کشورهای منطقه را باعث به وجود آمدن داعش معرفی کردند. آنها حتی به نقش عملیات نظامی آمریکا، مخصوصاً بمباران هوایی سنگینش در شکست دادن داعش اشاره‌ای نمی‌کنند. در هر صورت مسلماً قدرت گرفتن داعش که یک گروه افراطی سنی است به نفع حکومت شیعه ایران نیست، مخصوصاً در عراق که مرز مشترک زیادی با ایران دارد. خصومت آمریکا و برخی از قدرت‌های منطقه مانند عربستان با ایران بر کسی پوشیده نیست. اما تا چه حد احتمال سرنگونی حکومت ایران وجود دارد و آیا با تضعیف و سقوط این حکومت داعش دوباره ظهور می‌کند؟ سوال‌هایی که جوابشان نیازمند بررسی معادله‌های پیچیده سیاسی و نظامی در خاورمیانه است. مهدی بیگی، بی بی سی. تام اوکانر نویسنده نیوزویک از نیویورک با ماست. آقای اوکانر، داعش مهار شده، مثل قبل نیست، حتی بعضی ها میگن که به تاریخ پیوسته. چطور تصور میکنید یا به این نتیجه رسیدید که تضعیف جمهوری اسلامی باعث تقویت داعش میشه؟ به همون دلیلی که شما هم گفتین، داعش به صورت قابل توجهی به واسطه ائتلافی که نقش عمدهش رو آمریکا داشت، ولی خب به واسطه نقش ایران تضعیف شده. ولی خب اونها همچنان به دنبال فضا برای عملیات خودشون هستند و تضعیف دولت ایران، تضعیف جمهوری اسلامی یک فرصت بزرگی برای داعش خواهد بود که خودش رو در یک منطقه جدیدی وارد کنه، تبلیغات و پروپاگاندای خودش رو دوباره مطرح کنه و نه فقط به خاطر اینکه گروه‌های سنی و گروه‌های عرب جدایی‌خواه هستند بین مرز عراق و مرز افغانستان، این منطقه باز خواهد شد به عنوان یک جور بزرگراهی برای داعش که بتونه در اون خودش رو تقویت کنه. و من با صحبت با ایرانی‌ها و همینطور با بررسی ژئوپلیتیکی مسئله به این نتیجه رسیدم که تضعیف یا سقوط حکومت ایران اون فضایی که داعش به شدت بهش نیاز داره رو براش فراهم خواهد کرد. این فرض شما در صورتی درست خواهد بود که ایران تبدیل بشه به یک سوریه دیگه؟ آیا منظورتون این است؟
به نظر من یک دولتی مثل یا گروهی مثل داعش نمیتونه مثلا تهران رو بگیره یا کل کشور رو بگیره. من چنین چیزی نمیگم، اما اگر که حکومت ایران سقوط کنه در یک سری مناطق جنگی، مناطق نزاع، درگیری‌های قومی، درگیری‌های مذهبی، فرقه‌ای رشد خواهند کرد. در واقع یک جور دولت در داخل دولت. و خب سوریه میتونه مثالی از اون باشه. قبل از مثلا سال 2015 در جایی که دیدیم تقریبا کشور رو داعش گرفته بود، یک حکومت در داخل حکومت داشتیم. بنابراین یک شرایط شبیه به سوریه. بله شما درست میگین، طبیعتا وضعیت ایران خیلی متفاوته با سوریه، ولی خب من تردید دارم، یک مقدار اکراه دارم از اینکه اینها رو به موازات هم با هم مقایسه کنم. ایران دوران جمهوری اسلامی دوران سخت زیادی دیده، مثلا یک جنگ 8 ساله رو پشت سر گذرونده. چی باعث شده که اصلا به این موضوع فکر بکنید که فروپاشی حکومت هم یکی از گزینه هاست؟ همونطور که من در این مقاله میگم، هیچ کسی که من باهاش صحبت کردم نبوده، چه از ایرانی های داخل ایران یا کارشناسان در واشنگتن یا در نیویورک، هیچ کدوم از این افراد واقعا انتظار نداشتن که در آینده نزدیک جمهوری اسلامی سقوط کنه. اما با وجود این، ما همونطور که در گذشته نیوزویک گزارش داده، در تابستان گذشته یک گزینه بود برای دونالد ترامپ که به ایران حمله نظامی کنه، و ما الان به مرحله رسیدیم که تنش ها انقدر قوی هست که ممکنه که این رویارویی به واقعیت بپیونده. و در داخل ایران هم خب دیدیم نارضایتی ها رو، و بعد اون پاسخ بیرحمانه جمهوری اسلامی، و البته تحریم ها رو هم داریم. بنابراین باید از این صحبت دربارش صحبت کنیم. آیا انتظار داریم که این اتفاق بیفته؟ نه اصلا نه. من فکر می کنم که جمهوری اسلامی از این طوفان هم جان به سلامت به سر خواهد برد، اما خب در نهایت ممکن این اتفاق بیفته. ایران در حال حاضر تحت فشار خیلی زیادی است، و ما نمیدونیم که در آینده چطور واکنش نشان خواهد داد به این فشارها. بسیاری میگن که این مقاله شما یا تفکری از این دست هدفی جز این نداره که فشارها رو از جمهوری اسلامی برداره، به نوعی در دام حاکمیت افتادید. اینطور فکر نمی کنید؟ من هیچ رابطه‌ای با هیچ دولتی ندارم، و اینها، من یک چیز رو بگم، من خیلی متشکر و قدردان هستم بابت این توجهی که به این مقاله شده و این مکالمه‌هایی که در پی داشته. این در واقع هدف ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری است. ما می‌خوایم که بحثی رو مطرح کنیم، گفتگوهایی رو ایجاد کنیم و مردم با اون تعامل داشته باشن. از این نظر خیلی هم عالیه. ولی اینکه آیا دولت A یا دولت B موافق اینه یا مخالف با کار منه، این واقعا من این رو قضاوت رو به عهده افکار عمومی میگذارم، و همه حق دارن که عقیده خودشون داشته باشن و واکنش خودشون داشته باشن، و من استقبال میکنم. ولی خب شما اوضاع ایران رو دنبال میکنید، فکر نمیکنید که این حرف ها باعث رضایت فرماندهان سپاه میشه، یا دقیقا چیزی است که اونها میخوان از رسانه های غربی بشنوند؟ دوباره بگم، اگر سال 2002 بود و من داشتم درباره این می‌نوشتم که مثلا اگر عراق سقوط کنه القاعده برمیخیزه و به نفعش میشه، خب اون وقت چی؟ من این رو بر اساس گفتگوهایی که با افراد زیادی داشتم نوشتم. اگر من می‌نوشتم اون زمان که مثلا اگر اون زمان به من متهم می‌کردن که خب داری به نفع صدام حرف می‌زدی، خب اون وقت چی؟ بنابراین نمیشه مقاله رو ننوشت به واسطه برخی از واکنش های برخی از گمان زنی ها. تام اوکانر نویسنده ارشد از نیوزویک از شهر نیویورک آمریکا با ما. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه. مرسی، thank you. سال جاری میلادی سال پرحادثه بود. اعتراض های زیادی در سراسر جهان شکل گرفت. جنگ هایی که جریان داشت ادامه پیدا کرد، و درگیری های دیگری هم به آنها اضافه شد. همچنین بمب‌های های سیاسی در دو سوی اقیانوس اطلس، واشنگتن و لندن را درگیر کرد. هادی نیلی بعضی از این وقایع را مرور کرده.
سال 2019 در میان شادی و آتشبازی شروع شد، اما بن‌بست‌های سیاسی در دولت‌های مختلفی ادامه پیدا کرد و همزمان کشورهای پرشماری شاهد تظاهرات و ناآرامی بودند. اعتراض‌ها در ایران در آخرین هفته‌های سال میلادی جرقه خورد با اعلام ناگهانی خبر سه برابر شدن قیمت بنزین، اما شعارها محدود به بنزین نماند. این اعتراض‌ها خیلی زود با سرکوب خشن نیروهای امنیتی مواجه شد. سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارشش گفته می‌تواند به طور موثق تایید کند که دست کم 304 نفر از معترضان کشته شدند و برآوردهای بیش از این هم مطرح است. در همین حال چندین هزار نفر هم مجروح و بازداشت شدند. اعتراض‌هایی که چند روز طول کشید تا توجه جهانی را جلب کند تا سرکوب‌ها را محکوم کند. عراق هم ماه‌های آخر سال در تبع اعتراض بود. تظاهرات علیه فساد و دخالت کشورهای دیگر از جمله ایران با بیش از 400 نفر کشته و حدود 9000 نفر زخمی. برخی از جمله آمریکا گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را متهم می‌کنند که به روی معترضان آتش گشودند. اتهامی که خود این گروه‌ها رد کردند. در لبنان هم سال میلادی با اعتراض‌ها پایان می‌گیرد. تظاهرات علیه وضع موجود و فساد سیاستمداران ورای بستگی‌های سیاسی و منطقه‌ایشان. در اوایل پاییز ترکیه به آنچه چند سال بود وعده اش را میداد عمل کرد و عملیات جنگیش را در شمال سوریه آغاز کرد. حمله به مناطقی که دست نیروهای دموکراتیک سوریه بود، عمدتاً کردهای این کشور، با چراغ سبز آمریکا ولی محکومیت اروپا. با دست کم چند ده کشته غیر نظامی و چند صد هزار آواره. کمی بعد در میانه پاییز بود که آمریکا اعلام کرد مخفیگاه ابوبکر بغدادی رهبر خلافت خودخوانده داعش را در شمال غربی سوریه و تقریبا چسبیده به مرز ترکیه پیدا کرده و در حمله به آنجا او را محاصره کردند. گزارش شد که این رهبر اسلامگرای افراطی در نهایت خودش را کشت. گفتند جسدش را به دریا انداختند، مثل اسامه بن لادن، بیگور و بی‌نشان. اما در افغانستان خونریزی‌های سال‌های اخیر ادامه داشت. این در کنار آماده شدن افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری و موازی آن مذاکرات آمریکا با طالبان بود. مذاکراتی که در نهایت فرو پاشید ولی در هفته‌های آخر سال به نظر می‌رسد مقدماتی برای از سر گرفتن آن دارد فراهم می‌شود. در این مدت روسیه و ایران هم با طالبان ملاقات‌ها و مذاکراتی داشتند. در سالی که گذشت خونریزی‌ها و خشونت‌های ناشی از نفرت مذهبی به نقاط دیگری از دنیا هم کشید. در میانه ماه سوم سال 2019 در نیوزیلند یک شهروند استرالیا با افکار راست افراطی و گرایش ضد مهاجران و ضد مسلمانان به دو مسجد حمله کرد. 50 نمازگزار کشته شدند و بیش از 40 نفر زخمی. زنگ خطری درباره موج احساسات ضد مهاجر در کشورهای غربی. پنج هفته بعد در روز عید پاک در بمب‌گذاری در چند کلیسا و هتل در سریلانکا بیش از 300 نفر کشته شدند و حدود 500 نفر زخمی. حمله هایی که دولت سریلانکا میگوید کار یک گروه اسلامگرای افراطی به نام جماعت ملی توحید است. برخی اعضای کابینه گفتند رئیس جمهور سریلانکا 10 روز قبل از این حمله ها درباره این عملیات هشدار دریافت کرده بود، اما اقدامی نکرده بود. در آمریکا سال میلادی با رسمی شدن استیضاح رئیس جمهوری به پایان نزدیک شد. سومین بار در تاریخ آمریکا که چنین برگی ورق می‌خورد. از ابتدای 2019 که در میان تعطیلی دولت آغاز شد، عزم دونالد ترامپ و دموکرات‌های مخالف او برای رویارویی پیدا بود. در سوی دیگر اقیانوس اطلس هم بن‌بست سیاسی در بریتانیا تا آخرین روزهای سال ادامه داشت. بن‌بستی که ابتدا به کنارگیری ترزا می از نخست وزیری منجر شد و بعد چهره جنجالی حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به این مقام رسید. بوریس جانسون در انتخابات سراسری پیش از موعد هم با پیروزی تاریخی قدرت بیشتری گرفت. او وعده داده تا پایان ماه اول سال نو میلادی خروج بریتانیا از اتحادیه را نهایی کرده باشد.
سال 2019 سال تظاهرات و اعتراض در خیلی از نقاط دنیا بود. از هنگ کنگ که معترضان خواستار کاهش نفوذ حکومت چین هستند تا کشورهای متعدد در آمریکای جنوبی. خواسته های صرفاً سیاسی تا مطالبات اقتصادی انگیزه های متنوعی بین اعتراض ها می داد. در ونزوئلا، شیلی و همینطور بولیوی که به برکناری رئیس جمهور چپگرا اوا مورالس هم منجر شد. این سال پرتنش، پر از اعتراض و با بعضی نتایج سیاسی غیرمنتظره پایان می گیرد. خیلی از بلا تکلیفی های این سال و آتش های زیر خاکستر به سال آینده هم کشیده است. هادی نیلی، بی بی سی. ممنونم از همراهی شما با برنامه 60 دقیقه.